بزرگان محترم، جوانان قابل قدر، خطابه جمعه امروزه ما پیرامون اهمیت علم و دانش و اضرار جهل و بیسوادی هست. اهمیت علم و دانش، اضرار جهل و بیسوادی. بارم جو اهمیت علم چیست؟ جایگاه علم چیست؟ مقام و منزلت علم چیست؟ و جهل و نادانی، عنعنات و رسومات و خرافات باطله چی پیامدی در جامعه اسلامی، چی اثرات منفی به بار می آورند؟ اجمالا ان شاء الله خدمت شما بزرگها عرض می گردد. علم چیست؟ یک، فواید علم چیست؟ دو، جایگاه علم در زندگی انسان چه رولی داره؟ چهار، نقش علم در پیشرفت انسان چقدر ارزش داره؟ ضرر و نقصان جهل و بیسوادی، عوامل بیسوادی، راه‌های محو بیسوادی، این هفت تا اصول با آدرس و ارتباطی اهمیت علم و دانش و زیانی بیسوادی هست. علم شناخت، درک حقیقت، درک واقعیت، صفتی از صفات ذاتی الله ذوالجلال. علم برتری آدم الله در مقابل ملائک با آدرس علم بیان میکنه. و اذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة، برای ملائکه ها خبر می دهد که من در زمین خلیفه انتخاب می کنم، جانشینی انتخاب می کنم، مثل دیگر خلفا و جانشین ها نی. به تعبیر دسته مفسرین، من در زمین برای اظهار قدرت و عظمت خود یک مخلوقی را می فرستم. ملائکه ها گفتن تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا می گردانی در زمین کسی را، انتخاب میکنی و می گماری در زمین کسی را که فساد بکنه و خون ریزی بکنه؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما پاکی و تسبیح و عظمت تا بیان میکنیم ای الله. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. الله ذوالجلال میفرماید علم شما ناقص است، مخلوق هستین، علم ما کامل هست، علم ما مخلوق نیست. من آنچه میدانم که شما نمیدانین، لحظات بعد این عظمت بزرگی با دانش آدم در مقابل ملائک معلوم میشه. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. مسميات الله پیش ملائک پیش کرد، بگویید این برای چیست؟ این چیز چی هدف داره؟ آفرینشش استفاده از این چگونه میشه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ای الله، ما نمیدانیم مگر آنچه که برای ما دانندی، تو دانای با حکمت هستی. قال یا آدمو انبئهم باسماء هؤلاء، ای آدم بیان کن برشان
این مسمیات در روایات حدیث می آیا که سوزن پیش کرده شد برای ملائک، ای برای چیست؟ گفت نمیدانیم که برای چیست. با آدم گفته شد، گفت برای دوختن، برای وصل کردن، قیچی برای فصل کردن و جدا کردن، غذا برای خوردن، لباس برای پوشیدن، بستر برای خوابیدن، یک یک بیان کرد برشان. الله ذوالجلال به آدم دستور داد بیان بکن برای از اینها. پس وقتی که بیان کرد همه از اینها را، الله متعال برشان گفت آلی چی میگویید؟ ای علم شما، ای علم ما و ای علم آدم علیه السلام. مسجود الملائکه قرار داد آدم الله با اثر علم. انسان مسئولیت زمین با آدرس علم به دست آورده هست. انسان آبادانی زمین با آدرس علم به دست آورده هست. انسان عبادتی در زمین، بندگی الله در روی زمین با آدرس علم به دست آورده هست. وقتی که از این فاصله میگیره، از این صفت عظیم و بزرگ، از این امتیاز برتری خاص و ویژه، وقتی که فاصله میگیره، حقیقت خود گم میکنه، از اصل بی اصل میشه، از راه بی راه میشه. که ما ان شاء الله خدمت شما اضرار یزیره، نقصانات یزیره بیان میکنم که این همه پیامد منفور جهل هست. علم دنیا افضل، علم دین افضلتر. علم دنیا وسیله و ضرورت، علم دین هدف و نیازمندی. علم دنیا فضل و مرحمت، علم دین رضای الله و دخول جنت. اینها با هم بسیار ارتباط دارند. اسلام عزیز ما یک ساینسدان آنقدر قدر و عظمت میکنه، یک مفسر قدر و عظمت میکنه، یک ریاضیدان برش ارج میگذاره که یک محدث برش ارج میگذاره. نیازمندی های بشریت در لابلای عمل بدین، در لابلای خدمت بدین، او بیشتر و بهتر و خوبتر ترسیم میکنه، ترتیب میکنه، تنظیم میدهد. این نیاز است. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه زبان عبرانی را در 15 روز یاد میگیره. زید ابن ثابت زبان سریانی را در 10 روز یاد میگیره. محمد رسول الله میفرمایا ما نیاز داریم به اسلام گسترش پیدا کرده هست. ما بیم دارم، احساس خطر میکنم. ما عالم الغیب کنیستم. یهودیت با آدرس عبری و سریانی مداخلاتی نکنن، مراسلاتی نفرستن، خط و کتابتی نفرستن که در او اخلال های دینی وجود داشته باشه، که ما از او زبان، از او فرهنگ بیگانه و اجنبی باشیم. اسلام عزیز یک اصول و یا یک میتود و مقررات بزرگی هست که دامن فراخ و وسیعی داره. با آدرس این دین افراد متعدد آمده در آغوش خود میگیره، ایره قدر میکنه، عزت میکنه، ایره نوازشش میته. ایره مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه نخستین سفیر اسلام عزیز از طرف محمد رسول الله،
با آن درایت و با آن بینش و با آن فراستی که داره ولی عمرش خیلی کم است. پیامبری بزرگوار به هدف دانش دینی و دنیویش ایره سفیر انتخاب میکنه. پیامبری ما در دامن کوی صفا خانه جوانی نورس ارقم ابن ابی ارقم انتخاب میکنه. علما چهار علت ذکر کردند. یک علتش ای که این جوانی نورس با علوم دنیوی و دینی مجهز بود. دوم مخفی بود از نظر دیگرها فضل و کمال و منقبتش. سوم خانه ازی کناره و گوشه بود. چهارم قبیله ازی متحد و متفق بود. پیامبر بزرگوار خانه ازی را برای دعوت و مرکز دعوت انتخاب میکنه. اکثر علمای اهل سنت به این باور هستند که اولین مدرسه در اسلام عزیز دار ارقم ابن ابی ارقم است. اولین مدرسه هست. بعد از آن دومین مدرسه یک هفتهی مسجد قبا هست. سیومین مدرسه مسجد نبوی جمع صفه اصحاب صفه است در اسلام عزیز. یعنی پیامبر ما با آن کسانانی که مزین و آراسته با علوم دنیوی بودن با آنها ارزش قائل بود. آنها را در آغوشش می گرفت، آنها را نوازش می داد و از آنها استفاده دینی می کرد. محمد رسول الله نقشه مسجد قبا را، محمد رسول الله اولین مسجدی که در اسلام عزیز هست گذاری و اساس گذاری میکنه، قرآن کریم عظمت و بزرگی این مسجد بیان کرده هست. در مقابل ازی مسجد ویراره قرآن نکوهش میکنه، مزمت چه بیان میکنه که با هدفی بد این مسجد ساخته شده بود. یک مسلمانی نورس، یک انجینیری که طول عمر در گمراهی و بیراهی بود، اما با ورود محمد رسول الله بر مضافات مدینه مشرف به اسلام میشه. این نقشه کشی میکنه. اینا پیامبر ما ریسمان میگیره، تار میگیره، نشانهای این شخص تعقب میکنه، آنجا سنگ میگذاره، آنجا خاک میگذاره. سرانجام یک مسجدی به شکل تعریش، یک آبادگی که خام ساخته میشه و در طی یک هفته. اینجاست که ما با علم، علم دینی، علم دنیوی، روشن فکرها و دانشمندهایی که با خیرت بودند، درایت و درک واقعی گرایانه داشتند، آنها علم دنیوی را به ظاهر انسان، علم دین به باطن انسان ارتباط دادند. هر دیزی را گرفته وقتی که به طرف پیش می روند با ترقی و تعالی اینها می رسند. علم، فواید علم خدمت شما عرض کردم که علم ضد جهل است. یک پدیده نیک، جهل یک پدیده منفور، یک پدیده ای که همه از او نفرت داره. فواید علم، علم میراث انبیا علیهم السلام هست. چه علم دینی چه علم دنیوی، در علوم دنیوی این ابتکارات و اختراعات پس منظری دارند، نقشه دارند، به عقب برمیگردند. اینها از خود ابتکار نکردند بلکه از اختراعات دیگرها اینها انکشافات کرده اند. میراث انبیا علیهم السلام است. چه یک نسبتی بالا، چه یک نسبتی برتر و بلند. و از انبیا علم به میراث مانده است، نه این که مال و دارایی. امام ترمذی رحمه الله حدیث چنین ذکر میکنه: العلماء ورثت الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. آنها علم به میراث گذاشتند،
چیزی دیگری پول سرمایه را نه، کسی که ایره گرفت یک حصه بزرگی از دین یا با کامیابی ها یا با بلندترین قله های کامیابی راه یافت این شخص. و در حدیث پیامبر بزرگوار علیه السلام می فرماید اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. وقتی انسان وفات میکنه ارتباطات ختم، سه تا تعلق باقی میمانه: صدقه جاریه، مسجد ساخت، یتیم خانه ساخت، مسافر خانه ساخت، راه ساخت، پل ساخت، پلچک ساخت. این شعائر اسلام زنده نگاه کرد، ای با یک عقل و درایت میشه، با یک خرد و اندیشه میشه، با یک مشق و ترینینگ ای ببار می آیا. از بطن مادر انجینر نمی آیا، دکتر ببار نمی آیا، پروفیسور و نابغه و فیلسوف و دانشمند ببار نمی آیا. ای با اثر زحمت و محنت می شکی، کوشش می کنه با یک جای خود می رسانه. اولد صالح یدعو له، دوم اولاد نیک که در حق پدر دعا می کنه. اولاد نیک است، از لقمه حلال به دنیا آمده است، با لقمه حلال ایرا پرورنده هست، با اخلاق خوب ایرا آراسته ساخته هست، با ادب و معرفت دینی ایرا آشنا ساخته هست، تعلیم و تعلم یزیرا در نظر گرفته است. آخر ای عقل و خرد داره، یک روزی یادش میه که در عقب این همه کار کرده ها قدرت الله و زحمات شب و ناروزی والدین ما هست، مجبور است که بگوید ربنا اغفر لی ولی والدی، ای الله مرم ببخش، پدر و مادری مرم ببخش. سوم، علمی که به دیگرها نفعش میرسه، ای بر یزی به عنوان یک صدقه جاریه هست. هیچ شکی نیست که پیش الله جل جلال چقدر عظمت و بزرگی داره ای. در قرآن کریم الله علما را هم ردیف ملائک در باب فضیلت ذکر میکنه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. گواهی داده است الله اینکه نیست معبود غیر از الله، ملائک و صاحبان علم. به انصاف ملک یک مخلوق معصوم هست، هیچ گناهی نمیکنه، اما در ردیف ملک در باب فضائل الله انسانی با علم، انسانی با درایت و با خرد ذکر میکنه. الله نسبت علم با الله ذوالجلال هست. در قرآن الله متعال چی میفرماید؟ و علمناه صنعت لبوس. با سیدنا داوود علیه السلام علاوه از علم نبوت الله امتنان خود ذکر میکنه، ما علم زرسازی را، علم آهنگری را بر یزی دادم و امتنانم میکنه برش، منت خودم ذکر میکنه. اگر این ارزش نمیداشت آهنگری، انجینیری، دکتری، هرگز الله امتنان بر سیدنا داوود علیه السلام نمیکرد. میگه ما دانندم ایره ای علمه، برش آموزاندیم. و نیز الله متعال و یعلمهم الکتاب والحکمه. دسته مفسرین میگوین مراد از حکمت نیازمندی ها، رفع نیازمندی های مشکلات دنیوی انسان است. جایگاه علم به هر اندازه که علم بالا می رود، شعور انسان، درایت انسان، عقل و خرد انسان هم بالا می رود. کسب علم سبب کامیابی می شود، کسب علم انسان مجهز می سازه، کسب علم سطح اجتماعی انسان بالا می بره، کسب علم سبب دفع موانع و مشکلات در راه زندگی می شود، کسب علم تجمل و زیبایی. انسان با لباس ظاهر خود ستر می کنه، اما با علم دنیا و آخرت خود ستر می کنه. سوم، نقش علم و دانش در ترقی انسان. نقش علم و دانش جایگاه خاصی داره در ترقی و در تعالی و پیشرفت انسان. سرمایه گذاری انسان به آدرس علم پر ارزشتر است از سرمایه گذاری به آدرس اقتصاد.
تاریخ وقتی که مطالعه میکنین انسان ها با شاگردای تاجر خود افتخار نمیکنن، با او کسایی که یک هنر کسب برش دانند است با او حد افتخار نمیکنن، ولی با یک شاگرد انجینیر، با یک شاگرد دکترش، با یک شاگرد نابغه و پروفیسور خود افتخار میکنه که من ایره علم آموزاندم. در هر کار خیر دوشا دوشی از او در ثوابش ای شریک هست. ملت بی سواد همیشه در برهه های تاریخ مطالعه بکنین، هر ملتی که سطح سوادش پایان است، او برده بوده، استعمار شده، اشغال شده، او مزدور دیگرها بوده هست. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویشت، بدان ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. همیشه ملت بی سواد همه نقل و حرکت، همه کاروبار، همه زحمت و مهنتش برای دیگرها هست. شما میبینین یک کسی را که هنر داره، فضل و کمال داره و انسان دیگری را میبینی که مزدوری عزیز، او به اعتبار جسم، به اعتبار صحت، به اعتبار زیبایی و صورت به درجه ها شاید از همین کسی که سرمایش بالاست بالاتر باشه، ولی با بیل و کلنگ مزدوری ازی را میکنه. اصلا او مزدوری علم و دانش و فرهنگی ازی را میکنه، نه اینکه مزدوری پول جیبی ازی را بکنه. یز کدام آدرس آمد؟ از آدرس علم و فرهنگ و دانش و ثقافت آمد، زحمت کشید، مغز خدا او کرد، شبانه روزه مهنت کرد، کمری همت بست، امروز یک دستاوردی داره که استفادهش برای دیگرها میرسه. کشورهای بی سواد، کشورهایی که سطح دانششان پایان هست، آنها فقیرترین کشورها یا فقیرترین انسانهای زمان محسوب می شوند. نادار و فقیر و تهیدست و بیکس و مزدور دیگرها هست. چرا؟ زیرا این که سواد نداره. وقتی سواد که نداره، حرف نخست با سوادا می زنند. علامه جاهز رحمه الله یکی از علمای لغت و قواره زیر میگن به اندازه یک دست بود، هیچ پوزی از این معلوم نمیشد، میدیدی هیچ پوز نداشت، چشمگکوی خرد خرد داشت. مباحثه شد فیلسوفان باطل یا با آدرس فلسفه سفسطی بر اسلام عزیز تعرض و تشبث صورت گرفت، علما را جمع کردن که دفاع بکنین، همه نشسته ماشاءالله حبا و قبا و چپن و غیره، و با اینها یک فیلسوفی ملحد هم بحث داره. سرانجام همین عالمی که نه شکل، نه صورت، نه قواره، نه قیافه، هیچ چیز، ای او را مات میکنه. تسلیم نه تنها تسلیم میشه بلکه مشرف به اسلام میشه، نام شعیوز میکنه، میگه نام تو چی هست؟ جاهز. میگه من نام خودم جاهز میگذارم. آفرین به علم و هنری تو، کمال دهی هست. این جسم و این قواره و قیافه و زیبایی همه ازی گم میشه در قبر، در دنیا تغییر میخوره، عمر طولانی میشه، عکسی 16 و 17 و 20 و 25 سالگی را با او تصویری 80 و 90 سالگی وقتی مقایسه میکنی، زمین و آسمان ای با هم تفاوت داره. آیا امی همان شخص باشه؟ خدا گاگا ای نمیشناسه. ملت بی سواد همیشه در برهه های تاریخ بردگی و مستعمره دیگرها بوده. دین خواهان جامعه و ملت مستغنی و بی نیاز است. کسایی که علم حاصل میکنن جامعه را مستغنی و بینیاز میسازن، جامعه علم پرور، جامعه فرهنگ پرور، جامعه که با آدرس کلام الله علم و خرد قدر کرده هست که اقرا بسم ربک الذی خلق آغاز میشه با دانش، با فرهنگ، و جامعه تاج سری دیگر هاست. همیشه او حاکم بوده، همیشه حکمران بوده، همیشه حرفی آخر او زده هست و دیگرها مخاطب و سامعینی از او بودند. از رار جهل، جهل نادانی چقدر ضرر داره. انسانی بی سواد
به مسابه انسان است که از چشم کاملا معیوب یا اینکه 80% معیوب است. انسان با سواد، انسانی که بینایش کامل، دیدش واقع اگرانه، اندیشه های بیدار و آگاهی داره. این یک مقایسه است که علمای بزرگوار تاریخ بی سواد و با سواد با بینا و نابینا مقایسه کرده اند. و متاسفانه یک تفاوت اینجا هست که از نابینا سوال بکنی چی میخوایی؟ میگه بزرگترین آرزوی ما بینایی هست، بینایی میخوام. ولی از یک جاهلی که با جهل مرتب مبتلا هست، شب و روز در بحری مردار و ناپاک جهل غوطه میزنه، چی میخوای؟ بدی و بدی بیشتر میخواهد، نمیخواهد که از این جهل رهایی و نجات حاصل بکنه. قرآن چی میفرماید؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابر هستند آن کسانی که میدانند و آنهایی که نمیدانند؟ یقینا برابر نیستند. تاریکی و روشنی برابر نیست، سفیدی و سیاهی برابر نیست، بینا و نابینا برابر نیست، راه یافته و گمراه برابر نیست. بیسوادی بزرگترین مشکل اجتماعی هست، بزرگترین مشکل اجتماعی بیسوادی هست. من خدمتتان عرض کردم یکی از فواید علم این است، زندگی اجتماعی را بیمه میکنه. یک انسان با سواد قدر تو را میفهمه، ارزشی تو را میفهمه، اهمیتی تو را میدانه. یک انسان بیسواد چیزی را نمیدانه. در دور هارون الرشید فرزند بر صورت پدر سلی زد، آمد عرض کرد که ای فرزند بر علیه ما چنین حرکت کرده هست. فرزند آوردن گفت ای را 20 شلاق بزنین، تعذیرن که به پدر توهین کرده هست. ای فرزند گفت سیب اجازه است یک سوال بکنم. گفت بگو. گفت پدر یعنی چی؟ گفت تو نمیفهمی. گفت نه، من از وقتی که دست چپ و راست خودم میفهمم، من چوپان بودم، من اصلا نمیفهمم که پدر مقامش چیست، مادر مقامش چیست. پدر خوانده 20 شلاق دیگه ایشم زد، 20 شلاق خورد پدر. یکی سلی پسر خورد، یکی شلاق حاکم و خلیفه را خورد. علت مهم و اساسی چی بود؟ بیسوادی بود. همین جهل بود که ایره به بیراهه کشاند، به ظلمت کده ایره بود. دست پدران، تربیه مادران رول عمده در انسان سازی داره. شما تاریخ مطالعه بکنین، چی دانشمنده های علوم معاصر، چی دانشمنده های علمای تفسیر و حدیث و فقهای امت، اکثری از اینها میبینین در عقب تربیه پدر و مادر، خصوصا دست مادرها هست. امام بخاری که به او همه افتخار میکنه، امام ابو حنیفه که افتخار این امت است، امام شافعی رحمهم الله، چقدر این شخصیت ها را که نام بگیریم دست مادرها در عقبی از این هاست. امام ابو حنیفه من میگه که نتیجه دعای مادرم هستم. امام شافعی مادری ما میگه در مکه مزدوری میکرد، لباس میشوشت، مرا پیسه میداد، مدرس میخواندم. امام بخاری رحمه الله حسب گفته دسته علما در 7 سالگی نابینا میشه، از پدر یتیم میمانه، چشما نابینا میشون، مادر اشک میریزانه، دعا میکنه به بارگاه الله، دست نیاز پیش میکنه، یا الله پدری از اینها وفات کرد، دو تا فرزند دو تا پسر مانده، ای هم نابینا، ما هم یک خانمی بیوه، یا الله از خزانه غیب بود بینایی را بر یزی نصیب بگردان. این دعا کرده میخوابه، سیدنا ابراهیم علیه السلام در خواب میبینه، میگه فرزندم نابینا شده هست. در خواب دست میکشه بر بالای چشمه های نابینای محمد ابن اسماعیل بخاری. صبح وقتی که بیدار میشه مادر میگه این خوابه که من دیده بودم، پیامبری اول العزم خواب دیدم، محمد ابن اسماعیل بالا میکره، هر دو چشمش بینا هست. این نتیجه دعای مادر هست. و این عظمت و بزرگی که امام بخاری کتابش بعد از قرآن صحیح ترین کتاب است در میان امت، محترم ترین کتاب است در میان امت مسلمه، این نتیجه و ثمره دعای این مادر هست.
اگر این بینایی بر نمیگشت، این عظمت بزرگی را، این اجتماع جامع صحیح را امام بخاری چگونه این اسفارها و سفرهای متعدد انجام میداد. به هر حال بیسوادی پدیده منفوری هست که حتی قرآن از او نفرت داره. در سطح استواء هر دوی زیرا به استفهام انکاری ذکر میکنه و ترغیب میده، برابر نیستن، نمانین بیسواد، در ورطه جهل و ظلمت کده قرار نگیرین که هم به خودتون ضرر میرسانین، هم بر ملت ضرر میرسانین. به سطح بالا و پایان ویروس بیسوادی به درجه ها بدتر و مردارتر از ویروس خنزیر و خوک هست. اون محیط و فضای زیست آلوده می سازه، این عقیده ها را از بین می بره، فرهنگ ها را ای آماج قرار می دهد مورد حمله و تخت و تاز، خون ها را ای می ریزانه، عزت ها را ای پامال می کنه. همین افراد اختطافگر و دزد و ویلگرد و خاندارا شرح حالی از اینها را شما دقیق بررسی بکنین. 90% از این بیسواد است، 90% از این یتیم هست، 90% از این از طبقه ای که زیری سطح فقر یا چت فقر زندگی میکنن، اینها با علم و دانش و فرهنگ هیچ آشنایی ندارن. در گلوی نرم یک فرشته معصوم ریسمان گذاشته او را ذبح میکند، ریسمان در گلوی نرم یک فرشته معصوم میگذاره که نه گناهی داره، نامه اعمال از او تا هنوز آغاز نشده است، کرامن کاتبینی از او هنوز دفتری برش باز نکردن، نامش در رجیستری مکلفیت درج نیست، اما برای مادیات پول گلوی از این ذبح میشه. قرآن میگه و اذا الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت، از این زنده در گور کرده شده ها پرسان میشه جرم شما چیست، از این طفلک معصوم هم پرسان میشه جرم تو چی بود، تو را کیها به این حال رساندند، کیها کدام گرگ صفت این عمل در حقی تو روا داشت. دیگر انسان هایی که جانی از آنها را به واسطه مادیات میگیرند، به واسطه پول میگیرند، اگر ایمانی از اینها درست و صحیح باشه تو بیل و کلن زده میتونی مزدوری بکو از آبله قفی دستت بخور، هم مالش میگیره هم جان و آبرو و عزت چه. این همه پیامد و دستاورد منفوری شومی بیسوادی و جهل هست. بیسوادی بزرگترین مشکل اجتماعی، سبب محدود شدن اشتغال، کسب و کمایی پیدا نمیشه، سبب محدودیت اقتصاد، زیر فقر با تهیدستی با اقتصادی بیارزش زندگی میکنیم، سبب کاهش توانایی در تربیه خانواده، سبب اخلال ثبات و امنیت، بیشتر آمار مرگ و میری مادران اطفال میبینین به آدرس این جهل هستن، نادانی هست. خانم ها جان میدن در بستر در درد ولادت، آماده نیست که را پیش دکتر ببره، این ناموس ماست، ای در خانه اولاد بطه پیش دکتر نره. تا چه قسم به محمد رسول الله ایمان و باور داری؟ امید ما من داء الا وله دوا. دکتر و طبیب در بسا موارد از شوهر گده محرم تر است، در بسا موارد از شوهر گده محرمیت از او بالات. یا شریعت اجازه میده؟ کجا آنجا الله معاف بکنه او دکتر وقتی که لباسی سفیده بطنش پوشاندن که درون و بیرونی تو در قبال یک مریض باید چنین پاک و شفاف و ستره باشه، او چی کار کرده میتونه؟ این خانمی که ذهنیت اسلامی داره، این خانمی که تربیه اسلامی شده است، دکتر جرأت میکنه به این دست درازی بکنه؟ من میگم اول این کار از کجا آغاز میشه؟ از بی‌اعتمادی زن و شوهر. ای شوهر بالای خانم اعتماد نداره که ای را پیش دکتر نمیبره، ای در شریعت گناه نیست. آرایشش میکنی به هتل عروسی را میبری، آرایش میکنی در شار ای را میگردانی بدون حجاب، بدون حجاب در شار ای را دور میدی ایسو اسو میبری، اما از این افراد داری پیش دکتر میروه. وقتی در قبر میمانن پیر زمین و سالره تا که چادره، پایان که چادره، پس بگی چادره،
چقدر آرایش میگشت، در کوچه ها میگشت، در شهر و بازار میگشت. حال مرده زیرا که میبینه نیت کی خراب است، کدام انسانی خصیص و پست است که باید مرده به نیتی بد ببینه. در زندگی چرا ستر نکردی را؟ در زندگیش که مکلفیت داشت، نامه اعمال یزی بسته شد، دیگه گناه نوشته نمیشه در نامه اعمال یزی. به هر حال ان شاء الله العزیز قسمتی حرفها باقی مانده به جمعه بعدی. الله متعال بری همه من و شما توفیق عمل نصیب بگرد.